ارز همونطوری که من بارها گفتم کسی که صادر کننده کالایی یا خدماتی به خارج هست نباید فکر کنه که این مال او هست به هر شکل خواست هر زمان خواست بیاره هر کس کالایی رو به خارج صادر میکنه موظفه ظرف سه ماه پولش رو برگردانه اگر ظرف سه ماه برگردون طبق معمول میره در بازار نیما در سامان نیما عرضه میکنه ارزش رو میفروشه طبق چارچوبی که در کشور هست ولی اگر عرضه نکرد و به تاخیر افتاد ارز او به قیمت پایان مهلتش بانک مرکزی خواهد خرید و او حق نداره دیگه بیاره تو بازار نیما به روز عرضه کنه به محض اینکه سه ماه تمام شد همون روز روز قیمتی هست که بعدا بانک او از او خواهد حد اکثر اگه پایین بیاد که به قیمت پایین خواهد خرید ولی اگر هم بالا بره به قیمت بالاتر از او خریداری نخواهد شد به دلیل اینکه متاسفانه برخی از صادر کننده ها این پا اون پا میکنن ارزشون رو نمیارن به فکر این که باید ارز بره بالاتر و خود اینام ترویج میکنن تو فضای مجازی و خودشون هم تو فضای روانی جامعه میدمن که ارز گرون بشه تا گرونتر بفروشن این خیانته این کار خیانت به ملت ایرانه خیانت به اقتصاد کشوره ما همه آزادیم در صادرات فعال باشیم باید کالایی که در این کشور یارانه ای در اختیار صادر کننده قرار میگیره او ببره صادر بکنه سودش رو هم ببره آزادم هست که هر زمانی خواست تا سه ماه بیاره وارد کشور بکنه در سامانه نیما عرضه بکنه با خریدار عرض توافق بکنه همه اینها آزاده اما اگر خواست تخلف بکنه و خواست فشار بیاره به مردم و خواست از لحاظ اقتصادی به ملت ایران فشار بیاره خب این برای ما قابل تحمل نیست و انشاءالله از این بعد این اقدام انجام خواهد گرفت من از هر دو رئیس قوه رئیس قوه مقننه رئیس قوه قضایی تشکر میکنم که هر دوی اونها در سخنرانی هاشون و در مواضعشون رسما حمایت کردند از این مسیر که کسی که ارزش رو بر نگردانه باش برخورد قضایی خواهد شد و این یکی از نمودهای هماهنگی سه قوه بود که ما در همین روزهای اخیر شاهدش بودیم و این بسیار ارزشمنده همه هم بدونن نظر نسبت به این مسئله در کشور واحده